هم از چت جی پی تی گفتیم، از بات‌های هوش مصنوعی گفتیم، حالا بیام یه مثال براتون بزنم که چجوری در عمل ازش استفاده کنید. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ توی این ویدیو میخوام یه سری مثالا بزنم که کمک میکنه برای کسایی که میخوان تولید محتوا انجام بدن، چه توی یوتیوب، داخل اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار. بریم شروع کنیم ویدیو رو. یه سری نکته قبل از اینکه ویدیو شروع بشه بهتون بگم، توی بحث‌های آماری و چیزایی که نیاز داره یکم تحلیل کنین، زیاد به چت‌بات‌های هوش مصنوعی اعتماد نکنین، حتما چک کنین. یکی از ویژگی‌های مثبتی که گوگل بارد داره، همون پایین میتونین گزینه سرچ رو بزنین و همون موضوع و تایتلش رو برای شما میاره و یه سرچ کوتاه میکنین. توی سرچ‌های اینترنت اگه دقت کرده باشین، سوالی که جواباش راحت باشه معمولاً یه بند همون اول سرچتون میاره، نیازی نیست سایت‌ها رو باز کنین. توی اکثر سرچ‌ها اینجوریه، مثلا شما میزنین که تعداد کاربرای اینستاگرام چقدره، میاره براتون یه توضیح مختصر میده که به جوابتون برسه. اینجوری یه چک بکنین حتما، زیاد تکیه نکنین به آمارش. اما توی یه سری چیزای دیگه، مثلا شما می‌خواید یه سری مطالبی رو برین داخل چندین وبسایت بگردین و کلی مطلب جمع کنین راجع به یه موضوع، حالت مقاله طور باشه، اینجا خیلی خوب هوش مصنوعی کمک می‌کنه این چت بات ها بهتون. اینجا من یه دونه ویدئوی یوتیوب دارم، می‌خوام کپشن اینو، کاور اینو تا جایی که میتونم با هوش مصنوعی استفاده کنم و درستش کنم. عکسشو میتونم برم خودم از یوتیوب بردارم، دانلودش کنم، توی فتوشاپ یکم دستکاری کنم و یه عکس ترتمیز و خیلی خوب بذارم جاش، یا خودم اگه امکاناتشو داشته باشم عکسشو بگیرم. من متاسفانه عکسای واقعی تر که میخوایم با هوش مصنوعی ادوبی فایر فلای بگیریم عکسای خوبی نمیده، معمولا عکسای گرافیک و آرت بهتری نسبت به عکسای واقعی میده و توی عکسای واقعی یکم گیج میزنم. بازم اینجا وکتورای خوبی بهمون داده، میتونیم توی کاور ویدیو یوتیوبمون استفاده کنیم. اینجا من یه های براش بزنم، ببینم وصل اینترنت هم برام میاره. خب اوورد که چجوری میتونم کمکتون کنم؟ میخوام بهش بگم که من یه دونه ویدیو یوتیوب دارم و به من تایتل و توضیحات بگو بر اساس قوانین و بر اساس قوانین SEO اینو بهم بگو. مثلا شما مثل من زبانتون خوب نیست، میان اینجا گوگل ترنسلیت خیلی راحت تایپش میکنین، کپی میکنه اونجا و خیلی راحت تشخیص میده. بعد از اینکه متنم تموم شد میام اینجا کپیش میکنم، بعد اینجا توی قسمت اباوتش من iOS 16 و 4 رو اضافه کنم و براش ارسال میکنم که به من بگه چه چیزایی رو میتونم بنویسم. اینجا یه سری تایتلا به من پیشنهاد داده، ببینیم چی هست. گفته iOS 16 و 4 همه قابلیت‌های جدیدی که شما نیاز دارین بدونین، معمولاً این مدل سبک تایتلا استفاده میکنن یوتیوبرها، پس این درسته. آخریش هم خیلی جالبه، چیزایی که شما میخواین بدونین در مورد آخرین ورژنش، بهتر کوتاه‌تر، مثلا میتونین همون اولی رو انتخاب کنین. من اینجا ویدئومو دارم، مثال واقعیشو دارم که چه چیزی انتخاب کردم، خودم اومدم یکم دستکاریش کردم، این iOS 16 و 4 رو اینجا اضافه کردم، بعد این قسمتش هم خودم نوشتم دیگه، قابلیت‌های شگفت انگیز و جدیدترین قابلیت‌های iOS 16 و 4. حالا برگردیم تو این قسمت، اینجا اشتباه گفته به من قبلا براش یه سری دستورا داده بودم، اینجا بذاریم من دستورای دیگه‌ش رو نگاه کنم. نه اینجا قبلا من یه مدل دیگه دستور دادم که اینجا باز دوباره اصلاحش میکنه، دستور دیگه براش فرستادم، الان ببینیم جوابمون رو چی میده. اینجا اومده به صورت خیلی توضیحات بیشتری برای من آورده، یادم نیست اون دفعه اول چه دستوری رو بهش دادم، اما بذارین من برگردم به همون ویدیو. اینجا نگاه کنین، دفعه اولی که من بهش دستور دادم این قسمت رو برای من نوشت، این متن اول خودم اضافه کردم. اینجا گفته که داخل این ویدیو تمام ویژگی‌های جدید رو به شما نشون دادم، این 4 تا ویژگی کلیدیه، این 4 تا ویژگی مهمتر رو گفته بود و بعدش برام توضیح داد. اینجا میتونم بهش بگم اینجا بهش میگم بیشتر به من بگو راجبه همین چیزی که بهت گفتم.
داره در مورد آها گفته که میتونی اینا رو هم اضافه کنیم به توضیحات ویدئو. پس ببینید خیلی مهمه که ما چجوری دستورمون رو به هوش مصنوعی بگیم. نکته دیگه هم که وجود داره این گزینه گوگل ایته، حتما اینجا نگاه کنین مرتبط با همون موضوعتون میاره. معمولا هر چیزی رو تو اینترنت سرچ کنین اکثر مواقع میاد یه بند راجع به اون مسئلتون توضیح میده که خیلی سریعتر به اون نتیجتون برسین که دیگه نه این سایت ها رو باز کنین. توی خیلی از وقتها وقتی سرچ میکنین اینجا یه لیستی به شما تحویل میده که از همینجا سریع میتونین چک کنین و داخل ویدئوی خودتون اون توضیحات رو بنویسین. همینجا میتونین یکی از همین وبسایت ها رو چک کنین به صورت همینجوری تیتروار نوشته، یه چک بکنین ببینین درسته این چیزایی که گفته و اگه درست بود حتما نگاه کنین، چون ممکنه بعضی وقتا اطلاعات غلط به شما میده. خب رفقا قبلا هم کلی ویدیو در مورد همین چیزایی که توضیح دادم براتون ساختم، از همین ثبت نام بارد گوگل یا همون ادوبی فایرفلای که میتونین استفاده کنین و یا خود چت جی پی تی که میتونین به صورت رایگان استفاده کنین داخل یه پلیلیست کامله که سعی میکنم براتون توی قسمت توضیحات همین ویدیو براتون قرار بدم که بعد از این ویدیو میتونین اونا رو هم ببینین، حتما ازش استفاده کنین. به نظر من برای کسایی که تولید محتوا انجام میدن به دلیل اینکه گوگل بارد آپدیت دسترسیش راحت تره و فقط شما یه دونه وی پی ان نیاز دارین رایگانه و این گزینه آخرش که میتونین داخل گوگل سرچ کنین، برای کسایی که تولید محتوا انجام میدن یا میخوان ویدیو بسازن مفیدتره و مفیدتر نسبت به چت جی پی تی میتونه عمل کنه. حالا بازم خودتون نظرتون توی بخش کامنت ها با بقیه به اشتراک بذارید.